تلویزیون آریانا دو هفته پیش، قبل از پیروزی طالبان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برنامه همین تلویزیون خصوصی امروز. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. به یک دیگر ویدیوی من خوش آمدید. دوستان عزیز، از روز که طالبان در افغانستان آمدن تقریبا به نظر ما 15 روز شده که نمیه حکومت اشرف غنی سقوط کرد که یا در افغانستان آمدن. من روز فکر میکنم که مردم افغانستان که در شهر کابل در ولایات دیگر زندگی کردن، فقط بگی که ما توبه خدا کفر بوده باشیم، ما یک مسلمان نبودیم که روزی که طالبان آمد ما را به زور شلاق و چوب میخواین ما را مسلمان کنن. وقت قدر دیگه که کلشون گریختن در طرف های میدان اوی رفتن گریختن و اوام کلشون کفر بودن خدا کشیدن. یا با ما این رقم نشان میدن، این مردم های طالبا با ما این رقم نشان میدن، یعنی که شما فقط کفر بودین. در هر جایی که ببینین یا میرن مصاحبه میتن چیز میتن، ما امارت اسلامی هستیم، ما امارت اسلامی هستیم، فقط بگید که حکومت دیگه پیشین که حکومت بوده، حکومت حامد کرزه یا اشرف غنی که بوده، در اون مردم ما بخی کفر بودن. ما نه روزه میگرفتیم، نه مردم ما نماز میخوندن، نه کار دیگه میکردن. این همه قدر فرق داشت که حکومت علیا تا حکومت علوا فرق دیده او بود که دوستان یا کستن. فقط در اینجا شما فکر کنید که حالا من 38,000 نامخواه سبسکرایبر دارم. کلتان فکر کنید، من کل شما رو به این ویدیو خود بگم که شما باید حتما حتما نماز بخونید، شما باید حتما روزه بگیرید، به زور باید نماز بخونید. وضو داشتین نداشتین، باید شما بخواید نماز بخونید. چرا نمیخوانید؟ باید من فکر کنید در این ویدیو خود بیان برای شما این رقم گپا بذارم، یعنی که طالبا یا یک رقم مردم هستن دین به زور به سر آدم میارن، که به زور وحشت دین به یک نفر وحشت نشان میدن. شما فکر کنید در افغانستان یک طفل خرد باشه در اونجا بزرگ شد، به او یک رقم دین، یک رقم دین اسلام، یک رقم به او معلوم میشه، یعنی که به زور الا به زور بخید تو رو بزن. یک نفر مسجد نرفتی نماز نخونی، تو رو همه چوب و شلاق بزن برو نماز بخواد، یا که پتلون بپوشی یعنی قسم لباسا بپوشی تو رو طالب در جویت پایین کنه. چرا این رقم پوشیدی یا که بزنید؟ چرا این رقم پوشیدی؟ یا کستن با شما اینجا فکر کنین که با کشورهای اروپایی غربی دیگه جا مردم افغانستان خوشی نشان میتن، اما دین اسلام از دیگه کلام وحشی‌تر نشان میتن. باور کنین مردم ما میفهمین کلش گل هستن. یا کستن ما شما خارا از کجا آمدن، از کجا پیدا شدن؟ یا در رسانه دوستان زیاد چی میگنم، هر روز که آمدن بی بی سی هم یک گزارش جور کرد، کانال گزارش از ور برای شما نشان میده که یک گزارش جالب جور کرده. و یک چانل دیگه است، اون چانل فعلا ده یادم نیست که یا طالبان رفتن دو چانل میره مصاحبه میتن که اون نتاق تلویزیون طلو کاسته که مو دو از طلو نیست میبخشین که کدام چانل ده یادم نیست. ده بوی شیشته در کدام کشور دنیا، در کدام دنیا شما دیده باشین، در کدام کشور شما دیده باشین که یک نطاق تلویزیون مثلا شما فکر کنید که آلمانی جوان بر شما گپ بزنه، در پشت ما 4-5 نفر مثلا شیشته باشه، تفنگچه هایشان هم در دست چان رو در پیشیدیم، یک نفر کلانشان قماندان شیشته باشه که من روید و گپ بزنم، و بیچار از طرز از امارت اسلامی پشتیبانی میکنه در باره یعنی تعریف میکنه ولد تر از اتر از این رقم. مثلا دوستان شما ویدیوش بینه که چقدر خنددار از آدم دل آدم به این میفوزه بیخی. به نام خدا، به عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان، به ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. میرویس حیدری حق دوست هستم، شما را دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. حالا که نظام اشرف غنی سقوط کرده و آقای غنی از افغانستان فرار کرده و در افغانستان ایده‌ای که منتقد اشرف غنی هستند میگویند که رئیس جمهور فراری و مردم تنها گذاشت و خودشان رفتند و حالا امارت اسلامی برگشته و امارت اسلامی را مجاهدینشان تلاش میکنند که در افغانستان باید صلح و ثبات ایجاد شود و یگانه خواستشان از مردم این است که با امارت اسلامی باید همکار باشند و از هیچ چیز حراس ندارند. خود شما دیدین و اینمی رسانه های تلویزیونی ما که هستند، به نظر شخصی ما دوستان دید دین اسلام بهترین دین است. این کدام دین زور نیست که ما بر شما ایره بگیم کدام دین زور باشه، یعنی که ما شما فکر کنیم تمام روز ما باید بریم قرآن شریف بخونیم، تمام روز باید ما نماز بخونیم، عبادت کنیم. در دین ما هست که ما باید ورزشان هم کنیم، تمرین هم کنیم، یعنی که یک زندگی خوش هم داشته باشیم، عبادت هم کنیم، هر کار را کنیم. اما طالبا برعکس، طالبا فقط اینمی را میخواین که ما مردم افغانستان فعلا من خودم اینمی را فکر میکنم، نم سوشال میدیا در فیسبوک میبینم که وزارت تحصیلات عالی مثل ملا نصرالدین شاندن کی را شاندن آوردن شاندن دو روز میگه که دخترها و بچه ها باید جدا باشن در پنتونا و مکتبا. در مکتبا خب به نظر من جدا بودن، یعنی در پنتونا باید جدا باشن.
نظری خود از این مردم، فکر مفکوری خود از این مردم اقدر خراب است که هر چیز فکر میگنن که در داخل شیطانی فکر میگنن که والا وای دخترها و بچه‌ها یک جا بشینن میشه که یا کارم خرابی کنن، مفکوری خود از این مردم خراب است نمود فکر میکنن یا بسیار مفکوری غلط داره. و مولا نصرالدین خواهم آوردن مثلا رو حتما یک ویدیو میارم، شما در هر ادارات دولتی سعی کنین که یک ویدیو بسیار جالب مده می روزا برتون میارم که یک کسایی را شوندن که بیخی بور ما در باره ویدیو برتون میارم، حتما یک ویدیو بسیار جالب جور میکنم. دیگه جاری بر شما میگم که تلویزیون ها شما سعی کنین اروزه که طالبا رفته نه که چند روز پیش شما گزارش بی بی سی رو سعی کنین که چقدر جالب جور کنه که اون نشون میده که یعنی که در یه چند روز پیش که یک طالبا در شهر کابل که نام داده بودن، یعنی که هنرمندا یعنی که می آمدن چیز میکردن قاب گفتگو بود دیگه چیزا بود، در روز که یا آمدن تمام روز بینید در چاینلا یعنی که من قرآن شریف میخوانن دیگه چیزا میکنن خوب کار میکنن، همه برعکس یعنی خودش من ویدیو رو سایی تلویزیون آریانا دو هفته پیش قبل از پیروزی طالبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برنامه همین تلویزیون خصوصی امروز. فقط آریانا نیست. زنان حال غایبان بزرگ رسانه ها هستند. این صفحه فیسبوک تلویزیون طلوع است. برنامه ساز و آواز با حضور زنان دو روز پیش از ورود طالبان به کابل. دو هفته سکوت در شبکه‌های اجتماعیشان و بعد برنامه‌ای درباره قصاص و حکم ارتداد در اسلام. اولین سوالی را که دوست ما فرستاده محمد اسماعیل گفتم موقف اسلام درباره مرتد چی است؟ وقتی شما میگویید که در پذیرش اسلام اجبار و اکراه نیست، پس چرا مرتد را میکشید گفته؟ رابعه همراه با هشت در برنامه‌های خبری دیروز این شبکه یک گزارشگر زن لحظه‌ای دیده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. این هم برنامه زنده تلویزیون ملی افغانستان است. ساعتی پیش ذلك اليوم الحق. تلویزیون آریانا هم دو هفته پیش مملو از برنامه های آواز بود، مانند این اجرای منیژه صباح. صدره در انتظارت، صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زیکار افتاد. البته هفته پیش این تلویزیون یک اجرای موسیقی در صفحه یوتیوبش گذاشته که زمان ضبط آن مشخص نیست. اما بعد از این ناگهان دیگر زنی دیده نمی شود. مصاحبه مردان با مردان. از جمله با اعضای طالبان. تلویزیون یک هم آخرین برنامه دیدن گزارش بی بی سی را که چقدر جالب جور کرده بود و این نظری خود شما دوستان عزیز حتما این را به من در کامنت نوشته کنین که یعنی شما چی نظری دارین که خوب کار شد در تلویزیون یک کار یا خوب کار نشد. به نظر شخصی من دوستان عزیز که یک تلویزیون یک نفر که چالان میکنه که دمون میبینه فکر کنین دمون تلویزیون یک آهنگ است، یعنی که از آرمیا سعید فکر کنین، از غزل نهایت فکر کنین، از یک کسی یک هنرمند خارجی فکر کنین، دو چالانه او مفکوری خود انسان، دل خود انسان از کوره سعی میکنه یا نمیکنه، گلش میکنه یک چانل دیگر را میگیره یا قرآن شریف را میگیره. یا به نظر من این کار نیست که بزور دین اسلام را بگیری چوب نفر را بزنی برو قرآن شریف بخوان برو رو بخوان. به نظر من کار غلط است. اونم کدام طالب است بیاید به من جواب بده چی رقم دین اسلام است که یا میگن شکر الحمدلله تمام ما مسلمان هستیم. و یک اپ دیگر یا به من جواب بدن که یا میگن دختر و بچه باید در یک صنف نشینند، در مکتب باشه یا در پنتون باشه، در پنتون های شخصی در جای باشه، یعنی که باید جدا جدا بازی باشن، شاید تایماشون جدا باشه، شاید بیخی وقتایشون جدا باشه، شاید و از طرف صبح باشه و از طرف چاشت باشن، بیخی ها میخوان جدایشان کنن. و همه قبل من بگن که وقتی که در خانه خدا آدم میره به حج آدم میره، چرا اونجا که طواف میکنن چرا زن و مرد یک جا طواف میکنن؟ خیلی اونجا چوری گپ نیست، چرا اونجا دین اسلام است، اونجا تمام مردمش مسلمان است، اونجا که یک جای میگردن خیلی اونجا باید رقم کار کنن که یک تایم جور کنن که تمام مردا طواف کنن و دیگه تایم جور کنن تمام زنا طواف کنن. این یک بزار گپ چی است که ما در ذهنم خورد، یعنی بیاین ایرام جواب بدن که دیگه چرا با تک مفکوری چیل نیست. طالبا خودشان یک ذهنیت خراب دارن، من نمیالم برای شما میگم نوکرای پنجاب هستن و یک کپ جالب داره تقریبا 15 روز دیر میشه فکر کنم در بین خودم جور آمد نیستن، جور نمیانید حکومت در جد طوال معلوم نیستن، در بین خود مچم زده و کندر هستن که کیره جنبور میشه کیره جنبور نمیشه. به زودترین فرصت دوستان عزیز ما و شما میبینیم
حکومت یا بخیر شکست خود میخورد چندان حکومت می ندارن یا که تانستن که در افغانستان صحیح حکومت کنه. و دوستان شما که نتاقای تمام تلویزیون های طلوع را بسیاری هایش فرار کردن گریختن باید فرار میکردن بخاطر که چهره های بسیار سرشناس بودن در افغانستان دیگه از دست لواشی ها که آمدن طالبین کالای پلیسی را رفتن از نظامی های ما را که گرفتن لباس هایشان ماندن با گرفتن وارد جان خود کردن این قدر یعنی که مردم لوده هستن میگه من مقام میگم که عسکر این فامیده نمیشه قماندان این فامیده نمیشه هیچ کدام از فامیده نمیشه هر کدام شونی فقط هم یک رقم از نمیشه قماندان از یک عسکر از یکی از وزیر دفاع رو لیده با خدا و رادی خودم کم بود که هم تلفون رو خودم سر خود میده کنم گفتیم وزیر دفاع شما هم تشکری میکنم که تقریبا سبسکرایب هم 38,000 شد بسیار بسیار زیاد تشکر از کسانی که تابال چانل مرا حمایت کردن و سبسکرایب کردن و کسانی که هم تابال سبسکرایب نکردن چانل مرا سبسکرایب کردن چانل خودتان سبسکرایب کنین دیگر و زنده باد افغانستان.